سلام به شما دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی باشه. امروز میخوام راجع به استراتژی های معاملاتی با شما صحبت بکنم. اگر شما در بازار بورس تهران کار میکنید یا بازارهای جهانی فرقی نمیکنه، مهمترین عاملی که میتونه شما رو به موفقیت برسونه اینه که یک استراتژی مشخص داشته باشید. اگر تا به امروز برای خودتون استراتژی تعریف نکردید، احتمالاً تو اون مرحله از معامله گری هستید که یا متاسفانه ضرر میکنید یا اینکه یه چند تا سود میشه چند تا ضرر میشه و برایندش هنوز برای شما سود خالصی نشده. تریدرهای موفق، آدمهایی که در بازار بورس یا در بازار فارکس دارن پول خوبی به دست میارن، آدمهایی هستند که یک استراتژی مشخص دارن، به اون استراتژی چسبیدن، در واقع یه فرمول موفقیت رو کشف کردن، به اون چسبیدن و با تکرار کردن این فرمول موفقیت هر ماه و هر ماه و هر ماه پول به دست میارن. پس اول اجازه بدید تعریف بکنیم که استراتژی چی هست. استراتژی معاملاتی یعنی این که شما میاد یه سری قوانین مشخص میکنید. مثلا میگید اگر این 5 تا قانون برقرار بود، اون موقع من معامله میکنم. اگر یکی از این 5 تا برقرار نبود، معامله نمیکنم. خب حالا این 5 تا قانون میتونه خیلی ترکیب‌های مختلفی باشه. میتونه مثلا ترکیبی از امواج الیوت باشه با مثلا پرایس اکشن، میتونه یه نسبت‌های خاصی از فیبوناچی باشه با مثلا واگرای مکدی، میتونه شکست یک الگو باشه با یه چیز دیگه. خب استراتژی که من بهش رسیدم و سال‌ها دارم ازش پول در میارم، توی انگلیسی اسمش هست comprehensive trading strategy، فارسیش میشه در واقع استراتژی جامع معاملاتی. چرا بهش میگیم استراتژی جامع؟ این استراتژی که از هر 10 تا تریدی که من میکنم 9 تاش سوده. خیلی وقتا بالای 10 تا ترید که میکنم، مثلا 12 تا 13 تا ترید که میکنم، پشت سر هم دیگه سود میشه. معمولا یک ترید از هر 10 15 ترید شاید به سود نرسه. شاید بگید خب چطور میتونه یه استراتژی اینقدر موفقیت آمیز باشه؟ و من الان میخوام برای شما این قضیه رو بازش بکنم که شما این استراتژی رو به خوبی درک بکنید و بتونید توی معاملاتتون ازش به درستی استفاده کنید. ببینید ما در بازار کلا 4 گروه معاملاتی داریم که دارن بازار رو مانیتور میکنن و ترید میکنن. خب گروه اول کسایی هستند که تحلیل تکنیکال کلاسیک انجام میدن. کسی که تحلیل تکنیکال کلاسیک میکنن، اینا آدمایی هستن که مثلا دنبال الگوی هد اند شولدر میگردن، یه مثلث میکشن، مثلا مثلث که میشکنه معامله میکنن و به RSI و MACD و استوکاستیک و اینجور چیزها نگاه میکنن. خب اینا میشن گروه اول. گروه دوم کسایی هستن که پرایس اکشن کار میکنن، نگاه میکنن اونن کندلا چه شکلی هستن، کندل بلنده، کندل کوچیکه، دوجیه، انگولفینگ باره یا حالا هر کندل دیگه ای، نگاه میکنن که بازار داره چه عکس العملی به خطوط مقاومت حمایت خودش نشون میده، خط روند میکشن، تاچ های مثلا متعدد بازار روی خط روند رو مورد بررسی قرار میدن و در واقع دنبال این هستن که ببینن خود قیمت چطور داره بالا و پایین میشه توی بازار. به این افراد میگیم پرایس اکشن کارها. حالا یه سری ریزکاریا داره، نمیخوام توی این ویدیو واردش بشم. دسته یه سوم کسایی که به تئوری امواج الیوت و چرخه های بازار اعتقاد دارن. اینها بر اساس موج شماری و موج شناسی دنبال اینن که ببینن آیا الان بازار موج صعودی میزنه یا موج نزولی و برای این اساس برن و معامله بکنن. و دسته چهارم کسایی هستند که معتقدن ابزار فیبوناچی بهترین ابزار تو این بازاره، با فیبوناچی های مختلفی که میندازن و ترکیب اونها و استفاده از الگوهای هارمونیک در بازار ترید میکنن. حالا میتونه فیبو اکسپنشن باشه، ریتریسمنت باشه، الگوهای مختلف هارمونیک باشه، فیبو زمان باشه و غیره و غیره. اوکی، استراتژی که من طراحی کردم و توی این بازار باهاش به سود میرسم کامپریهنسیو تریدینگ استراتژی، استراتژی هستش که این 4 گروه رو مینشونه بغل هم. در واقع زمانی که من میخوام ترید بکنم، من نگاه میکنم ببینم تکنیکال کلاسیک داره چی میگه، تکنیکال کارهای کلاسیک الان تو چه بودی نشستن و تو چه موقعیتی هستن، آیا دنبال پوزیشن خریدن یا دنبال پوزیشن فروش. بعد میام میرم سراغ پرایس اکشن کارها، میبینم که پرایس اکشن کارها الان تو چه فازی هستن، میخوان بخرن یا میخوان بفروشن. به همین ترتیب الیوت رو چک میکنم ببینم الیوت کارها موج صعودی دارن میبینن، کرکشن دارن میبینن، بازارشون نزولیه یا نه، و نگاه میکنم که در نظر الگوی هارمونیک بازار کجای کاره. اگر من یه جایی رسیدم دیدم که در الگوهای کلاسیک مثلا بازار یه دبل باتم زده داره میشکنه میخواد بره بالا، واگرهای مطلوبی هم داریم که سیگنال صعود میدن، الیوت هم داره میگه آقا ما مثلا توی یه موج صعودی هستیم یا مثلا یه موج استراحت تموم شده یه صعود داره شروع میشه، پرایس اکشن هم میگه الان آماده خریدیم، هارمونیک هم میگه آقا الان باید بخریم بریم بالا، خب توی همچین موقعیت اگر من برسم چیکار میکنم؟ پوزیشن خرید میگیرم. اگر یه جایی از بازار برسم که ببینم که نه الیوت میگه بفروش، پرایس اکشن میگه بفروش، تکنیکال کلاسیک میگه بفروش، خب من پوزیشن فروش میگیرم. نکته مهم قضیه اینجاست، اگر جایی از بازار برسم که تکنیکال کلاسیک میگه بخر، الیوت میگه بفروش، پرایس اکشن چیزی نمیگه، هارمونیک مثلا یه چیز گنگی میگه، اونجور مواقع معمولا ترید نمیکنم.
حواستون باشه ترید نکردن و تماشا کردن بازار هم یه قسمت مهمی از معامله گریه. یک سرمایه گذار هوشمند هر لحظه که خرید و فروش نمی کنه. یک سرمایه گذار هوشمند مثل یک شکارچی دنبال موقعیت های خوب میگرده تا اینکه بتونه شکار خودش رو به موقع بزنه. خب پس شما باید تشخیص بدید که در چه زمانی جمعی بازار سعودی میخوان برن شما هم بخری و سودتو ببری، چه زمانی جمعی بازار میخوان نزولی برن شما هم بفروشی سودتو ببری، چه زمانی هم بازار سردرگمه و شما بشینی کنار و تماشاگر و در واقع نظارگر بازار میشی. این استراتژی جامع معاملاتی یا همون کامپریهنسیو تریدینگ استراتژی که توضیح دادم چیزی هستش که من در دوره‌های آموزشیم اون رو به شما یاد میدم، یعنی تحلیل تکنیکال کلاسیک رو میگم، الگوی هارمونیک رو میگم، الیوت رو میگم، پرایس اکشن رو میگم و در نهایت به شما کمک میکنم تا اینها رو با هم دیگه جمع بندی بکنید، چون خیلی هستن که میگن آقا مثلا ما پرایس اکشن بلدیم ولی نمیدونیم که اینو چجوری میتونیم با بقیه چیزها ترکیب بکنیم. یه نکته پایانی هم بهتون بگم، بعضی وقتا دیدم دوستانی میان مثلا یه مثلث میکشن میگن الان مثلث داره میشکنه ما باید بفروشیم. این اشتباه رو نکنید، ما هرگز در بازار به خاطر یک یا دو تا سیگنال معامله نمی کنیم. ما در بازار زمانی معامله می کنیم که به اندازه کافی دلیل برای معامله کردن و برای اینکه پولمون رو تحت ریسک بذاریم داشته باشیم. هر معامله ریسک داره و ما بی خود و بی جهت پولمون رو ریسک نمی کنیم. شما باید به درستی تحلیل تکنیکال کلاسیک رو بلد باشی با تمام ریزکاری‌هاش، با تمام فوت و فن‌هاش. الیوت رو باید به خوبی بلد باشی و بتونی به درستی اپلای بکنی. پرایس اکشن رو به همین شکل باید با تمام جزئیات خوبش بدونی و استفاده از فیبوناچی رو هم همینطور. اگر همه اینها رو دونستی و توشون استاد شدی میتونی اینها رو به راحتی با هم ترکیب بکنی و اون وقت پول درآوردن از این بازار این آب خوردن ساده است. در غیر این صورت متاسفانه حساب شما احتمالاً یه خود سود میشه یه خود ضرر میشه و پول درآوردن از این بازار اون موقع دیگه نمیتونه کار ساده ای باشه. پس حواستون باشه که این چهار تا رو حتما خوب خوب یاد بگیرید. اگه دوست داشتید با ما همراه باشید من خیلی خوشحال میشم که اینها رو بهتون یاد بدم. میتونید برید روی وبسایت ما amuzeshboost.com و از اونجا با هم دیگه شروع میکنیم. ان شاء الله که همیشه موفق و ثروتمند باشین. خیلی دوستتون دارم. قربان شما. فعلا.